سلام بر شما، به سفیده آخر هفته خوش آمدید. اگر شما سوار ماشین زمان بودید، آیا به دوره شاه برمیگشتید؟ خیلی از شما حتی دوره شاه را ندیده اید. متولد سالهای پایانی آن یا بعد از انقلابید، مثل همه آنهایی که در آبان 98 یا دی 96 در خیابان شعار می دادند. کسانی که در میان شعارهایشان علیه جمهوری اسلامی، شعارهایی در متن‌سنای رضا شاه یا محمد رضا شاه پهلوی هم بود. در سالهای اخیر که براندازان و ناامیدان از هر گونه اصلاح در جمهوری اسلامی بیشتر و بیشتر شدند، این سوال که اینها بروند چه کسی جایشان بیاید هر روز بلندتر به گوش می رسد. گزینه‌ها چندان پرشمار به نظر نمی آیند. یکی از آنها شاهزاده رضا پهلوی ولیعت سابق ایران است که حالا نه تنها در مواقع حساس بیانیه می دهد که خانواده‌اش، مادر، همسر و دخترانش بیشتر و بیشتر خودشان را در فضای مجازی و از طریق نوشتن در رسانه‌های فارسی و انگلیسی به ایرانی‌ها می‌شناسانند. طرفدارانی دارد که به شدت از او حمایت می‌کنند و البته منتقدانی که نه به او که به اساس نظام پادشاهی یا حتی مشروطه سلطنتی ایراد می‌گیرند. ایراد نظام پادشاهی چه بود که مردم را به انقلاب واداشت؟ اگر تنها مشکل نظام پادشاهی تحت سیطره پدرش استبداد و نبود دموکراسی بود، آیا او و همراهانش آماده هستند که دموکراسی را به مردم بدهند؟ از آن مهمتر، آیا جامعه امروز ایران بعد از 40 سال آماده دموکراسی هست؟ در برنامه امروز قصدمون این هست که با 4 مهمان صحبت کنیم، اما فعلا در حال حاضر فقط حسن یوسفی اشکبری، پژوهشگر دینی همراه ماست که از بن آلمان به ما پیوستند، و آقای اشکبری از کسانی هستند که در پیش از انقلاب زندان رفتند در مبارزه با رژیم شاه. آقای اشکبری، اگه به اون زمان برگردید، آیا باز هم با رژیم شاه مبارزه میکنید؟ با سلام به شما و بینندگان و مخاطبان برنامه، بله، قاطعانه پاسخ مثبت به اون میدم، به دلیل اینکه مبارزه با تبعیض، مبارزه با بی‌عدالتی، مبارزه با استبداد، مبارزه و مقابله با عرض کنم که انواع و اقسام فسادهایی که در اون زمان مطرح بود، حالا مبالغه هم میشد ولی به هر حال به نظرم اصلش واقعیت داشت، اینها که پشیمانی نداره. و من اگر برگردم به دهه 40 و دهه 50 به خصوص، با توجه به مجموعه اطلاعات و اتفاقا اسنادی که بعد از اون هست، یعنی در اون زمان خیلی از چیزا رو نمیدونستیم ولی الان دیگه اونا رو هم میدونیم، بنابراین مبارزه با رژیمی که به اصطلاح انواع و اقسام استبداد و زورگویی و تبعیض و بی‌عدالتی و عرض کنم که حالا ستیزه با مذهب هم که مطرح بود، منتها در اون زمان برای ما خیلی مطرح بود، الان دیگه نه، به اون صورت مطرح نیست که اگر لازم باشه بعدا در ادامهش میتونیم صحبت کنیم، ولی در مجموع بله، از مبارزه با به اصطلاح ظلم و بی‌عدالتی در اون زمان پشیمون نیستم و اگر هم بازم برگردم اون زمان همین کارو میکنم، همون گونه که بعد از انقلاب هم وقتی که دیدم که اون ایدال‌ها و آرمان‌هایی که ما دنبالش بودیم تحقق پیدا نکرده، بلکه در برخی از عرصه‌ها بدتر هم شده، باز همون مبارزه رو ادامه دادم و تا کنون هم همون مبارزه ادامه داره. صحیح. بنابراین فکر میکنید که در واقع اصل سوال من شاید به این برگرده که آیا فکر میکنید که میشه شما تصور بکنید که اشتباهی صورت نگرفته ولی اون چیزی که جایگزین شده اون چیزی نیست که شما میخواستید؟ بله، همین جوریه. ببینید، آخه تاریخ رو از آخر که نمی نویسن، از اول می نویسن. یعنی ما اگر به اصطلاح زمان پریشی نداشته باشیم، خودمون رو در شرایط حادثه تصور نکنیم یا لااقل اون شرایط در نظر نگیریم، نمیشه با معیارهای امروز مثلا به 40 سال پیش و 50 سال پیش برگردیم. همون جورونه که به 100 سال پیش و 1000 سال پیش هم نمیتونیم برگردیم. با توجه به مجموعه شرایط و اوضاع و احوالی که در اون زمان وجود داشت، اصل مبارزه با دیکتاتوری و مبارزه به اصطلاح با نظام سلطنتی، حتی خود اصلا مدل سلطنت و نظام سلطنتی یکی از محورهای اصلی مبارزه آزادی خواهان در اون زمان بود، نه حالا با شخص محمد رضا شاه یا این شخص یا اون شخص، نظام سلطنتی مورد
نقد و ایراد ما بود و نفی مورد نفی ما بود. بسیار. بنابراین اینها در اون اساس در اون زمان به نظر من درست بوده، منتها و به همین دلیل هم یک ملتی و مردمی ترین انقلاب تاریخ حداقل دو قرن اخیر جهان رو رقم زدن و درش مشارکت داشتن، منتها وقتی که انقلاب شد یک حوادث اتفاق افتاد، جریانهایی روی کار آمدن، عرض کنم که واقعیت‌های تلخی اتفاق افتاد که در اون زمان به ذهن بنده و امثال بنده و حتی بزرگتر از ماها با تجربه ترها در اون زمان هم اصلا به ذهن ما نمی آمد. که بعدا احساس کردیم که اون چی که ما می‌خواستیم اون به اصطلاح مسیرش عوض شد و به گونه دیگه پیش رفت. خوشحالم بگم که تورج اتابکی هم به ما پیوستند. آقای اتابکی محقق تاریخ معاصر هستند، سالهاست که در این زمینه کار میکنند. آقای اتابکی، صحبت های آقای اشکبری رو امیدوارم شنیده باشید. ایشون میگن هیچ کس اون موقع نمیتونست حدس بزنه که چه اتفاقی میفته. کسانی که داشتن مبارزه میکردن با رژیم سلطنتی یک ایدئال هایی در ذهن داشتن که خب خیلی خیلی هاش به وقوع نپیوست، ولی اون موقع چطور میتونستن این رو بدونن؟ شما به عنوان یک محقق تاریخ در این زمینه چی فکر میکنید؟ من متاسفانه صحبت‌های آقای اشکبری رو نتونستم بشنوم و داوری هم نمیتونم بکنم راجع به صحبت‌های ایشون. فقط میخوام بگم که اجازه بدید در آغاز این صحبت بگم که حالا در 40مین سال این اتفاقاتی که افتاده، انقلاب، ما دو روایت کلان داریم. نمیدونم روایت آقای اشکبری کجا میشینه. یه روایت، روایت عینی ابژکتیو یا دانشگاهی یا کسانی که شاهد عینی بودن، به دور از بق و قوز و تلاش میکنن که یک نگاه همسونگری داشته باشن به تحولات پیش از انقلاب و به ماهای منتهی به انقلاب و به سالهای نخست انقلاب و فرایند تحول و تطور رویدادها رو در یک گستره وسیع‌تر بدون اینکه تختبند باورهای آینی، ایدئولوژیک و سیاسی خودشون باشن ببینن. خب از طرف دیگه کسانی هستن که یا به جد دل سپرده اون نظام هستن و نمیتونن خودشون رو در حقیقت بدون اون نظام متعین کنن، نظام پیشین، یا اینکه به هر صورت بعد از انقلاب با انقلاب متعین شدن، سر سفره انقلاب نشستن، از نعم انقلاب به نوعی برخوردار بودن، حالا برای دوره‌های کوتاه یا بلند مدتش، و تلاش می‌کنن در حقیقت خودشون رو با انقلاب ببینن، نمیتونن فاصله بگیرن. به هر صورت این دو تا نگاه رو اگر بخوایم ببینیم، اجازه بدید بگم که جمهوری اسلامی در این 40 سال گذشته تلاش کرده یک نگاه کاملا یک سویه ای از تحولات ایران در سالهای منتهی به انقلاب بده. دوران سیاه، دوران تباهی، دوران زوال بوده، کشور از دست رفته بوده، شاهان پهلوی هیچ جایگاهی میان مردم نداشتن و در حقیقت این فرشته‌ای بود که از آسمان آمد و این داستان رو در حقیقت این انقلاب رو به مردم هدیه کرد. خب پرسیدنیه که اگر که واقعا این خرابزار بوده، اگر اینجا ویران بوده، اگر ایران از دست رفته بوده و در حقیقت شاهان پهلوی هیچ نقشی نداشتن، اینا کجا درس خوندن؟ اینا کدوم دانشگاه رفتن؟ اینا با امکانات کدوم دولتی رفتن و درس خوندن در کشورهای اروپایی و برگشتن اومدن در حسینی ارشاد صاحب کرسی شدن، تبلیغات انقلابی کردن و از این دست، و کجا در حقیقت تونستن این شبکه بسیار گسترده رو برای خودشون دامن بدن. به هر صورت منظورم اینه که این نگاه یک سونگر تلاش میکنه که اون همه گرایی رو که همه سویی رو که ما نیاز داریم برای فهم این انقلاب از ما دریغ کنه. خوشوقتم بگم که مهناز افخمی، وزیر مشاور در امور زنان در دو سال پایانی سلطنت محمدرضاشاه پهلوی همراه ما هستن. خوش اومدید خانم افخمی. شما چه نگاهی دارید به اون چه که ظرف سالهای اخیر اتفاق افتاده؟ وقتی که شما در شعارها میشنوید که جوانانی که خیلی از اونها به هر حال سالهای دوره پهلوی رو اصلا ندیدن، خیلی کوچکتر از اون هستن، شعارهایی در مدح رضاشاه یا محمدرضاشاه میدن، چه حسی پیدا میکنید؟
من والا خیلی خوشحال میشم که اینو میبینم و چون میدونین من سالها در ایران در زمینه مسائل زنان کار کردم و در زمینه تجهیز زنان، آموزش زنان، مشارکت سیاسیشون و خب یکی از اولین مسائلی که مورد حمله روحانیان قرار گرفت مسائل مربوط به زنان بود، یعنی که آیت الله در فوریه آمدن ایران و تمام اولین کاری که کردن این است که نقض قانون حمایت خانواده بود که سالهای سال برش زحمت کشیده بود. و خب چیزی که من همیشه میترسیدم سالهای اول انقلاب این بود که بلکه اون زحمتهایی که ما کشیدیم، کارهایی که همه در سراسر ایران تلاشهایی که کردند و اون چیزی که به دست آورده بودیم برای همیشه از بین رفته. ولی بعد میبینم که در واقع همه این به اصطلاح بیداری، اون یادگیری تجهیز، اون آگاهی میمونه در یک فرهنگ، شما نمیتونین با زور از بینش ببرین و این همینطور از نسل به نسل تحویل داده میشه و خب اینا دارن همون حرکتهایی رو میکنن که مادرانشون، مادر بزرگاشون در واقع پشتیبانی کردن، به وجود آوردن و زحمت کشیدن براش. خانم افخمی، خیلی ها وقتی نقد میکنن دوره پادشاهی محمد رضا شاه پهلوی رو به چیزهایی اشاره میکنن، مثلا مثل نبود دموکراسی، مثل استبداد. در حوزه مثلا زنان خیلی ها با شما موافقن که دوره محمد رضا شاه پهلوی به هر حال حقوقی به زنان تعلق گرفت که بعدها نقض شد و بسیاری آرزو میکنن که برگردن به اون دوره. ولی آیا شما میپذیرید که مثلا این انتقادی که مطرح میشه از طرف منتقدان حکومت پهلوی که یه آزادی های اجتماعی و آزادی های اقتصادی بنزه لزوم بود ولی آزادی های سیاسی نبود؟ بله، البته تا حدی آزادی های سیاسی محدود بود، ولی چیزی که ما فراموش میکنیم اینیست که در واقع در زمانی که قبل از انقلاب که ما در ایران کار میکردیم و تلاش میکردیم، در واقع 80 بلکه بیشتر درصد جوامع دنیا در شرایط محدود سیاسی و حتی در تحت نفوذ دیکتاتوری ها زندگی میکردن. تنها مثلا در حدود سالهای 1980، یعنی اقلا 2-3 سال بعد از انقلاب بود که ممالکی مثل کره جنوبی، مثل برزیل شروع کردن به اینکه قوانین اساسی مربوط به دموکراسی و در واقع حکومت های دموکراتیک به وجود بیارن. در زمان ما این مسئله همچین همیگیر نبود. ما رو در واقع به نحوی میشه گفت که شستشوی مغزی داده بودن، انگار که ایران یک مملکتی است مثل سوئیس یا فرض بفرمایید فرانسه و دانمارک و حالا اونها در واقع ندارند این امکانات رو، در حالی که سالهای سال تلاش، آموزش، ساختار جامعه مدنی لازمه تا اینکه آدم بتونه دموکراسی داشته باشه. و دموکراسی چیزی نیست که افراد از آدم بگیرن، این چیزیست که جوامع به دست میارن. این خیلی نکته مهمیه خانم افخمی، برای اینکه این دقیقا نکته‌ایه که ما میخوایم در این بحث بهش برسیم که آیا جامعه ایران الان بعد از 40 سال آماده دموکراسی هست یا نه. یه من خوش آمد بگم به مهدی فتاپور که به ما پیوستن، ایشون از مسئولان اتحاد جمهوری خواهان ایران هستند، از رهبران سازمان چریکای فدایی خلق اکثریت. آقای فتاپور خوش آمدید. شما چطور؟ آیا اگر که برمیگشتید با یک ماشین زمان به 40 سال پیش، به 50 سال پیش در واقع، آیا باز هم با رژیم شاه مبارزه میکردید؟ با سلام به شما و دوستان شرکت کننده، من البته همین لحظه وصل شدم و صحبتهای دوستان رو نشنیدم. ببینید، من فکر میکنم قبل از این که به سوال شما بپردازم که حتما بهش خواهم پرداخت، ما باید یک موضوع رو دقت بکنیم در بحثامون و این که از اون دوران 40 سال گذشته و نسبت به اون دوران بتونیم به عنوان یک مسئله تاریخی برخورد کنیم. متاسفانه در ایران وقایع تاریخی چه در مورد رژیم شاه، چه در مورد دوران قبل 28 مرداد و حتی قبلتر از اون، هنوز بهش رنگ و بوی سیاسی روز داده میشه و به همین دلیل در بحث‌های تاریخی یه مقداری دشوار میشه وارد این بحث شدن.
دیگه امکان بازگشت ایران به 40 سال پیش وجود نداره. جامعه عوض شده، دنیا عوض شده، روابط عوض شده، همه چیز تغییر کرده. حتی کسانی که از رژیم پادشاهی دفاع میکنن اون رژیم رو دیگه مطرح نمیکنن، شکل دیگه ای مطرح میکنن. رژیم به هر حال دموکراسی نبود، استبداد فردی بود و خب جور دیگه ای الان میگن. و بنابراین امروز ما باید بتونیم بحث تاریخی بکنیم. به همین دلیل وقتی من به بحث تاریخی شما برمیگردم، عواملی رو که من رو اون زمان متقاعد کرد که باید علیه این رژیم مبارزه بکنم این بود که به عنوان یک آدم دانشجو که در اون دوره امکان پیدا کرده بودم که در حیات اجتماعی شرکت بکنم، درس بخونم، برم دانشگاه و تمایل داشتم که بتونم در حیات سیاسی جامعه شرکت بکنم. و قشری که در اون زمان آزاد شده بود، اومده بود میون میدون، رشد کرده بود، جامعه یک چنین تمایلی داشت، سد شده بود جلوش و به همین دلیل هم خواهان باز شدن فضا بود. و من این انگیزه رو امروز هم فکر میکنم انگیزه صحیحی بود و پیوستن به مبارزه علیه رژیم که استبدادی است برای یک روشن فکر در هر شرایطی باشه نمیشه نفیش کرد. اینکه از نظر سیاسی چه نتایجی گرفته شد، چه مسائلی اومد، بحثیه که من امروز بهش خواهیم پرداخت. اجازه بدین روی همین نکته باز ادامه بدیم جناب فتاپور. بسیاری از بچه‌هایی که امروز جوان هستن، 20 ساله، 20 و چند ساله و شرایط اقتصادی خوبی ندارن، شرایط اجتماعی خوبی ندارن، مثلا حجاب اجباری دارند، انتقادهای دیگه‌ای در این زمینه دارن، ممکنه به پدرهاشون و کسایی که مثل شما مثلا مسئله‌شون با دوره محمد رضا شاه پهلوی این بوده که استبداد هست، دموکراسی اونجور که میخوان نیست، انتقاد بکنن، بگن که خب حالا اون آزادی‌های سیاسی نبود ولی آزادی‌های اجتماعی بود، آزادی‌های اقتصادی بود، الان ما هیچی نداریم. پاسختون به اون بچه‌ها چیه؟ اون بچه‌ها حق دارن، درست میگن. واقعیت اینه که بعد از انقلاب در زمینه‌هایی که ما ضربه خوردیم و به خصوص امروز شرایطی که در ایران داریم که هم آزادی سیاسی وجود داره نه آزادی اجتماعی، طبیعیه که ما نسبت به وضعیت کنونی انتقاد داشته باشیم. ولی زمانی که برمیگردیم به گذشته، ببینید ما در شرایط اون روز جهان، ایران تنها کشوری نیست که یک چنین موقعیتی داره. ما در کشورهای مختلفی هستیم که میبینیم که شرایط مشابهی دارن، حتی رژیم‌های دموکراتیک به اون مفهوم اروپایی درش وجود ندارن. ولی کن عوامل دیگه‌ای وجود داره در خیلی از این کشورها. رژیم شاه بعد از سال 42 دو تحول در ایران شکل گرفت. ایران رشد کرد، طبیعیه، بعد از رفرم‌ها کار مثبتی بود، ایران رشد کرد. برنامه سوم و چهارم اقتصادی که در دهه 40 مطرح شد برنامه‌های موفقی بود، امکانات رشدی فراهم کرد. البته اون چیزی که خیلی مطرح میشه که سال‌های دهه 50 رو به عنوان عضو رشد میگن، من نظر مثبتی متفاوتی دارم و فکر می‌کنم اون دوران سال 50 بیشتر رشد به دلیل پول نفت بود و چندون نتونست اون پیدا کنه. برنامه‌های سوم و چهارم موفق‌تر بود که قبل از اون دوره بود. خب این بحث فرعی است. ولی کن چه اتفاقاتی افتاد؟ ما در دوران رژیم شاه سه مرحله داریم. مرحله اول قبل از 28 مرداد، در این دوران شاه نقش مهمی نداره و عملا سیاست در جامعه ایران به دست نخست وزیرانی مثل آقای قوام السلطنه، رزمارا، مصدق و دیگرانه. بعد از سال 32 است که شاه نقش پیدا میکنه و به خصوص بعد از سال 42. بعد از سال 42 چند اتفاق دیگه میفته به جز اینکه محدودیت به وجود میاد. یک، در درون حکومت شما میبینید از سال 42 به بعد تمام چهره هایی که وزن سیاسی دارن کنار گذاشته میشن. در کابینه اول آقای مصدق تقریبا نیم یا یک سوم وزرا کسانی هستن که بعدن علیه آقای مصدق شوریدن و به کودتای 28 مرداد پیوستن، مثل آقای مظفر بقایی، مثل آقای زاهدی، مثل آقای شمس‌الاتاری و دیگران. اینا همه در کابینه اول آقای زاهدی شرکت دارن. بعد از سال 42 هیچ کدوم از اینا نیستند. اینها کسانی مثل آقای زاهدی، مثل بختیار، مثل امینی، مثل دیگران کسانی بودند که توی این رژیم بودن. اینا وزن داشتن. اینا جدا از وجودشون در قدرت وزن سیاسی در جامعه داشتن. این اولین اتفاق. دومین اتفاق اینه که نیروهای اپوزیسیونی که موضع تندی هم نسبت به رژیم ندارن امکان ادامه حیات پیدا نمی کنن و سرکوب میشن، مثل جبهه ملی. بله. ما در اون شرایط در جهان کشورهای دیگه ای داریم. مثلا من دو مثال معین میزنم، یکی دولت اردن، یکی دولت مراکش، یعنی سلطان حسن و سلطان حسین. بله. درست در همون زمان شما میبینید در این کشورها سیستم دیگه ای پیش گرفته میشه. یعنی به
در درون این کشورها امکان پذیر میشه که عناصری که سیاسی هستند و درون رژیم هستند بتونن وزن داشته باشن و وقتی بحران پیش میاد اینا بتونن با هم جابجا بشن. بله. در ایران شما متوجه شدم. بنابراین شما میفرمایید که اشتباه در واقع چینش سیاسی شاه هم بود که در واقع تصمیمات سیاسی شاه بود که کار رو به انقلاب 57 کشوند. من همه شما رو فقط حس میکنم. میگم مسئله مرکزی که وضعیت انقلاب شد این روندی بود که در ایران پیش رفت. بله. خطاهایی بود که در اون دوران صورت گرفت و چون با توجه به قدرتی که داشت این نقش اصلی رو داشت. ما بله. اعتراضاتی که داشتیم من مثلا خب من میخوام خواهش کنم که فقط اگه ممکنه اجازه بدین که بقیه هم این راجب همین موضوع اظهار نظر کنن بعد برمیگردیم. آقای عطابکی نظر شما راجب این بحثی که آقای فتوپور مطرح میکنن چه؟ آیا شما هم معتقدید که اشتباه شاه همین بود؟ ببینید ما تو دهه 40 شاهد یک رشد بسیار بسیار گسترده اقتصادی تو ایران هستیم که این رشد گسترده اقتصادی البته موضوع نیست، در حتی در سپهر اقتصادی موضوع نیست، اما این ناموزونی رو ما تنها در این سپهر نمیبینیم. ما در همراه این رشد اقتصادی رشد سیاسی، توسعه سیاسی نمیبینیم. یعنی این در حقیقت یکی از دلایلی بود که منتهی به انقلاب شد. به داوری من اگر بخوایم بگیم که انقلاب ایران اجتناب پذیر بود، من میگم اجتناب پذیر بود اگر مثلا در آستانه تحولات اقتصادی دهه 40 پادشاه ایران رأی میداد که، یعنی در همزمان با اعلام انقلاب سفید، که زمینه آرام آرام برای توسعه سیاسی باز بشه، احزاب سیاسی از جمله مثلا جبهه ملی فعالیت کنن، دکتر محمد مصدق از حصر در بیاد بیرون و گام به گام همراه با توسعه اقتصادی ما توسعه سیاسی هم داشته باشیم. این متاسفانه دریغ شد از ایران همراه با اون توسعه اقتصادی و ما وقتی رسیدیم به دهه 50 رشد شتابان که البته اشاره میکنن دوستان به مسئله نفت، مطمئنا نفت سهمی داشت ولی خب این نفت که از آسمان برای ایران نیومد، این نفت به همت مدیران ایرانی در حقیقت اداره میشد، توسعه اقتصادی به دست یک سری در حقیقت کارورز تکنوکرات ایرانی به شکل بهینه‌ای در حقیقت به ساختار اقتصادی اون زمان ایران کمک کرد در خلأ اون توسعه سیاسی که من اشاره کردم به اون. اگر بخوام دومین دلیل رو هم اشاره بکنم برای اجتناب پذیری انقلاب ایران، باید اشاره کنم که درست زمانی که ما رسیدیم به رپرپه‌های انقلاب رو شنیدیم، به جای جمشید آموزگار اگر شاه ایران شاهپور بختیار رو انتخاب میکرد به عنوان نخست وزیر اون دوران، ما حتی ورود آیت الله خمینی رو هم به ایران شاید شاهد نبودیم. آقای اشکبری نظر شما راجع به این حرفا چیه؟ آیا فکر میکنید این طور بود؟ بله، بنده هم ضمن عرض سلام به دوستانی که بعد به پیوستن به جمع ما عرض کنم، در مجموع تحلیلای روشنگرانه‌ای که هر سه مهمان دادن، هر کدام از زاویه‌ای و به پاره‌ای از واقعیت‌ها اشاره کردن، بله، موافقم. هرچند طبیعیه که دوستانی که بیشتر کار میدانی و تحقیقی و پژوهشی در این زمینه‌ها کردن، بله، نظرشون نسبت به من صاحب‌تره. من به عنوان یک طلبه‌ای که در قم از سال 44 در قم بودم تا سال انقلاب و میتونم تجربه زیستی خودم رو بیان بکنم و بسیار از مسائلی هم که حالا دوستان الان مطرح میکنن یا بنده بعدن خودم به اونا رسیدم یا مطالعه کردم یا از صاحب نظران شنیدم یا از فعالان اون دوره من یاد گرفتم، مسائل بعدی است، یعنی مسائلی است که در همین 30-40 سال اخیر به این نتایج رسیدم. وگرنه در اون زمان و در اون فضایی که من زندگی میکردم، برای بنده و امثال بنده یکی از انگیزه های مبارزه، مسئله مبارزه با تبعیض و بی‌عدالتی بود و این هم در میان طلبه ها بود، هم در میان دانشگاهیان بود، هم در میان چپ ها بود، هم در میان دیگران بود و بنده خودم هم چون زادگاه من زادگاه روستاییه، وقتی بعد از انقلاب البته به گذشتم برمیگشتم که چرا من یه نوجوان 12-13 ساله به این مبارزه پیوستم که البته اون موقع مبارزه روحانیت بود، من تعلق داشتم به اون اردوگاه و به اون جمع، خب میدیدم که من در دوران بچگی و در دوران کودکی در روستای خودم خانه‌ها رو دیده بودم، نوع ارتباطشون رو با مردم دیده بودم،
تجاوزهایی که به حقوق مردم میکردن دیده بودم، نمیدونم کتک زدن ها رو دیده بودم از دوران بچگی. بعدها این رو تحلیل من هست، حالا چقدر واقعی هست نمیدونم، فکر میکردم من چرا به این مبارزه پیوستم، دیدم که مبارزه با ظلم و ستم که بعدها البته اصلاح ارضی شد. شما ممکن از من بپرسید خب حالا همین رژیم شاه که آمد خانه ها رو برانداخت یا با فئودالیسم مبارزه کرد، چرا شما دیگه از اون حمایت نکردید؟ پاسخ من به این سوال مقدر شما این خواهد بود که ما اینها رو همه رو بازی میدونستیم. یعنی بنده و امثال بنده موقع تلقی میکردیم که همه اینها یک بازیهای سیاسی، یک دعوا در اردوگاه قدرت به فرمان نمیدونم آمریکایی‌ها و کندی‌ها اصلاحات انجام شده و بنابراین هیچ اصالتی نداره. از این منظر قبول نمیکردیم که البته بعدها به خصوص بعد از انقلاب متوجه شدم که نه اینطوری نبوده و بالاخره همون اصلاحات و همون رفرم‌ها و همون تغییرات اقتصادی و سیاسی و فرهنگی و امور مربوط به امور زنانی که خانم افخمی به درستی بهش اشاره کردن، همه اینا واقعی بوده. حالا ولو اینکه انگیزه های خارجی هم داشته یا تحت فشار خارجی هم بوده، ولی به هر حال اصالت داشته. بنده و امثال بنده که اگر با ظلم و ستم و با خانها و فئودالیسم و اینها مخالف بودیم میباید حمایت میکردیم، ولی خب چون یه جور دیگه فکر میکردیم و یه جور دیگه تصور دیگر ازش داشتیم، طبعا اون رو نمیپذیرفتیم. بنابراین در اون دوران مبارزه افراد مختلفی که از جریان‌های مختلف و جایگاه مختلف وارد مبارزه شدن، یک دانشجو از دانشگاه، یک طلبه از حوزه، یکی نمیدونم از خارج کشور، کنفدراسیون، دیگران، خواستگاهشون متفاوت بوده، زمینه‌هاشون متفاوت بوده، ولی در مرحله اول همه ما طرفدار عدالت بودیم و می‌خواستیم که با ظلم و ستم و استبداد هم مبارزه کنیم. زمینی که در قسمت اول صحبت هم اشاره کردم، جدای از ظلم و ستمی که ما در اون زمان تصور میکردیم که در رژیم شاه وجود داره، با خود نظام سلطنت، نظام موروثی و حکومت موروثی هم مخالف بودیم. هنوز هم مخالفی؟ هم هست. هنوز هم مخالفید آقای اشکبری؟ هنوز هم بله، هنوز هم مخالفم. اتفاقا یکی از چیزهایی که در من الان نسبت به رژیم گذشته استوارتر شده اینی که اصولا با مدل نظام سلطنتی موروثی عرض کنم که مخالفم و الان جدیتر از اون زمان گذشته. اون موقع شاید بیشتر جنبه احساساتی داشت و یا القایی داشت، ولی الان نه. الان البته در قیاس با جمهوری، اینجا اجازه بدید این جمله رو اضافه بکنم که در این سالهای اخیر که میبینیم رضا شاه روح شاد و نمیدونم یا گرایش به سلطنت و یا به پهلوی پیدا شده، یک خلط مبحثی به وجود آمده و اونم این است که رژیم پادشاهی رو در برابر جمهوری اسلامی میگذارن و گویا همین دو گزینه وجود داره که یا باید ما طرفدار جمهوری اسلامی باشیم یا طرفدار رژیم مثلا پادشاهی یا به طور اخص رژیم پهلوی، در حالی که مسئله این نیست. مسئله این است که رژیم پادشاهی در برابر رژیم جمهوری وجود دارد، نه جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی باشد یا نباشد یا داستان دیگری است، بماند یا برود یا داستان دیگری است، ولی صحبت این است که من در مقابله، در تقابل به اصطلاح دو مدل از حکومت مجبور بشم یکیشو انتخاب بکنم، ترجیحتون جمهوری است. سلطنت رو جمهوری رو انتخاب میکنم. خانم افخمی، دیدم یادداشت برمیدارید، اگر میخواید صحبت ها رو پاسخی بدید بفرمایید. ضمن این که من فکر میکنم که این نکته بسیار مهمی است که خیلی از چیزهایی که ما تازگی ها به خصوص میشتیم، خود آقای اشکبری هم میگن خیلی از این چیزها رو سالهای بعد متوجه شدن که مثلا این یک تئوری توته نبوده، کاری در واقع داشته انجام میشده که نتیجه بخش بوده، نه اینکه مثلا با دستور بیرون از بیرون داشته کارهای انجام میشده. فکر میکنید چرا رژیم شاه نتونست این رو به درستی به مردم بفهمونه که داره چه کار میکنه؟ چرا نتونست این مدرنیزاسیون رو به درستی به مردم نشون بده که چه اقداماتی انجام داده؟ تصور میکنم یکی از مشکلات اصلی رژیم گذشته همین بود، یعنی در واقع نوع به اصطلاح داد و ستدی که با مردم بود از طریق میدیا، از طریق وسایل ارتباط جمعی و غیره خیلی ضعیف بود و یک جنبه های تشریفاتی داشت که اصلا ربطی به اصل کار نه دولت و نه ملت داشت. خیلی ضعف در اونجا خیلی زیاد بود. ولی ببینین یه چیزای دیگه هم هست که واقعا آدم دلش میخواست که به خصوص افرادی در سطح اونایی که الان دارن صحبت میکنن
بودن، یه کمی به اصطلاح اون نوع تجربیات و اون نوع احساساتی که در یک زمان دیگه داشتن اینا رو کنار میذاشتن و یه نگاهی میکردن. مثلا سلطنت، من الان تصور نمیکنم که شانس زیادی باشه برای اینی که ما چیزی مثل اون چی که داشتیم به دست بیاریم، ولی نگاه کنین که موفق ترین دموکراسی های دنیا سلطنتی هن. دانمارک، سوئد، نروژ و اینا بهترین و موفق ترین سیستما رو الان دارن. جمهوری ها خب هر جا که نگاه کنین نمونه هست که تا چه حد میتونن دیکتاتوری و فاسد باشن، ولی این دلیل نشد که یا جمهوری یا سلطنت راه حله. مسئله این است که دموکراسی چه جوری به وجود میاد، اون شکل کلیش اونقدر مهم نیست، جز در حتی در جاهایی که مثل انگلیس فرض بفرمایید سلطنت دارین، اونا یه جنبه فرهنگی، تاریخی، به اصطلاح همبستگی ایجاد کردن با ملت به طور مداوم سمبولیکه، نه اینکه یعنی میفهمید جایگاه باشه. سلطنت جایگاه پادشاهی یه جایگاه سمبولیکه نه جایگاه درست حکومت. یعنی میتونه باشه، یعنی در جایی که موفق بوده اینجوری بوده و ما هم میتونستیم به اون طرف پیش بریم. چند تا از چیزهایی که باید بهش توجه کنیم اینیست که واقعیت وضع ایران چی بود. مثلا شما نگاه کنین که یه مملکتی ما داشتیم که در زمان قاجار و اصلا حتی نمیشد راجع بهش صحبت کرد به عنوان جامعه که در زمان قرن بیستم یا به طرف قرن بیستم پیش میرفت. ما وقتی که رضا شاه آمد تقریبا 99% بیسوادی داشتیم، جاده نداشتیم، ترن نداشتیم، بانک نداشتیم و هیچ نوع سیستم عدالتی نداشتیم. در یه مدتی بعد برمیگردیم به 50 سالی که این دوره بود، بعدش چی داشتیم؟ جمهوری اسلامی رو داشتیم. یعنی شما وقتی فکر میکنین که قبلش چی بود، بعدش چی بود، چی میتونست باشه، نه اینی که چی شد ولی چی میتونست باشه و چی داشت میشد. میدونین باید یه کمی این به اصطلاح ایدئولوژی هایی که فرض کنیم که مدت هاست که حتی در جایی که اوریجینش بود دیگه مطرح نیست، مثل روسیه شوروی یا چین، اون نوع تفکر دیگه واقعا از سلطنتی هم که ما داشتیم که ممکنه که الان قابل تکرار نباشه و یا نباید باشه اصلا مطرح نیست در جامعه امروز دنیا. بله. اینی که فکر کنیم ببینیم که چه راه حل‌هایی برای اجتماع باید پیدا کنیم، چه موازه ای رو گرفتیم که این موازه ضرر زده، هم به خودمون فرد فرد، به خانواده هامون، هم به مملکتمون. و اینو واقعا یه ارزیابی کنیم. باور کنین خیلی کم اتفاق میفته که من کسی رو ببینم روی وسایل ارتباط جمعی که یا کوچکترین نقشی در دولت یا سازمان های غیر دولتی یا غیره در ایران داشته که الان بتونه تجربه شخصی خودش رو از اون ارتباط بگه، و نه کسایی رو داشتیم که حاضرن بدون قالب به اصطلاح تحقیقاتی ایدئولوژیک بتونن واقعا نگاه کنن ببینن چی شد. و یکی از چیزهایی که باید اول از همه بپذیریم اینیست که انقلاب ایران غیر قابل عوض شدن نبود، هم چیزی نیست. یک سلسله اتفاقات همه با هم افتاد که ما در ظرف یک سال به اینجا رسیدیم. من خودم شخصا در سال 1977 آخرین شب اون سال آقای کارتر در ایران بود و نطقی که کرده بایستی بخونین و بعد ببینین که این در مورد ایران و به اصطلاح به دستاوردهای ایران چی میگفت و در مورد شخص شاه چی میگفت. خب و خود شاه چجوری جوابش میده، میدونین. بعد اون وقت درست یک سال بعد ایران منفجر میشه و یه تئوکراسی به وجود میاد. بله. خب این تقریبا میشه گفت که در هیچ جای دنیا یه همچین اتفاقی با یه همچین سرعتی به یک همچین به نمیرسه. آیا فقط مسائل، اگه خیلی کوتاه اینو بگید چون میخوام از بقیه هم بپرسم، فکر میکنید بله. فقط مسائل داخلی ایران مطرح بود یا مسائل بین المللی تاثیر گذاشت روی این اتفاق؟
چندین و چند مسائل خارجی خیلی اثر داشت. میدونین برای اینه که دنیا دنیای مرتبط به همه، هیچ وقت نمیشه یه ورش اتفاقاتی بیفته. به همون دلیل که اگر این انقلاب نمیشد روسیه به افغانستان خیلی بعید بود که بره، آقای صدام به ایران حمله نمی کرد، تمام خاورمیانه به این صورت منفجر نمی شد، و بعدش این به اصطلاح اتفاقاتی که بعدش افتاد در امریکا، حتی آقای ترامپ الان در امریکا رئیس جمهور نبود، همه اینا به هم مربوطه. میدونین در نتیجه هم مسائل بین المللی هم مسائل داخلی که خودش یا اگه بیمار نبود ممکن بود تصمیمات درستری بگیره و خودش رو به خطر نندازه تا اون حد که شد. آیه فتاح‌پور، نظر شما چیه راجع به این صحبت‌های خانم افخمی؟ آیا شما میپذیرید که صحبت‌هایی که کردن رو شنیدید؟ نظرتون چیه؟ بله، ببینید، من با یک بخش از صحبت خانم افخمی موافق هستم که بحث تاریخی رو تاریخی بحث بکنیم و تبدیل به مسئله سیاسی روز نکنیم و برای مسئله سیاسی امروزمون تلاش بکنیم، همه فکر کنیم که چطور میشه دموکراسی رو در ایران برقرار کرد. و همین دلیلا وقتی بحث تاریخی میکنیم باید همه جنبه‌هاش رو مورد بررسی قرار بدیم. رژیم شاه مسئله سیاست داخلیش که من بهش اشاره کردم مطرحه، سیاست خارجیش مطرحه، مسئله نوع برخورد با اقتصاد مطرحه، مسئله نوع برخورد با مسئله اجتماعی مثل زنان و دیگران مطرحه، و در هر عرصه میشه نکات مثبت و منفی رو گفت. و همینطور مثلا مورد رضا شاه که خانم افخمی مورد اشارهشون بود، رضا شاه مسلما در اون دوره ابتدای کار که اومد کارهای بزرگی انجام داد. ایران در قبل از اومدن رضا شاه در دوره جنگ وضعیتی پیدا میکنه، اون باد سام و اون قحطی که پیش میاد، نصف مردم ایران در عرض حدود 2 سال میمیرند. یعنی یک فاجعه بزرگ انسانی در اون زمان اتفاق میفته، فقط یک مسئله سیاسی نبوده. و در اون 10 سال اول خیلی کارا میشه، بخش بزرگی از روشنفکران ایران و افکار تحصیل کرده ایران دفاع میکنن از یک چنین وضعی. بخشی از نیروهایی هم که اپوزیسیون بودن و در مجلس رأی نمیدند مثل مصطفی و مصدق و دیگران، اونها همشون از این زاویه میگن که نخست وزیر قدرتمنده، شما نخست وزیر بمون. ولی چه اتفاقی میفته؟ یعنی آدمایی مثل تیمورتاش، داور، فروغی و دیگران که پایه میذارن تمام این رشد رو، در 7 سال آخر یا خونه نشین میشن یا همه کشته میشن. نتیجه این میشه که در ابتدای جنگ، موقعی که مسئله اواخر سال 1919 میشه، موقعی که رضا شاه عزل میشه توسط متفقین، حکومت از عناصر سیاسی برجسته‌ای که در ابتدا داشته خالیه. کسانی که دور و بر هستن همه تملق‌گو هستن و این مشکلاتی که بعداً به وجود میاد. من میخوام در مورد محمد رضا شاه همین رو میخوام بگم. بله. در مورد من فقط میخوام از شما این رو بپرسم، با توجه به اشاراتی که خانم افخمی کردن، نقش در واقع اون چینش نیروها در اطراف ایران، شوروی در شمال، به هر حال ایران نقطه نگرانی بسیاری از کشورهای غربی بود که این به کدوم سمت میره، و جایگاه ایران به هر حال خیلی تاثیرگذار بود در معادلات بین المللی. فکر میکنید که چقدر این باعث شد که این اتفاق برای ایران بیفته؟ انقلاب ایران چقدر واقعا، چون شما خودتون هم به هر حال جز نیروهای چپ هستید به نوعی. ببینید، مسئله اون چیزی که در ایران اتفاق افتاد یک مسئله اساسا داخلی بود. این اتفاق اجتناب پذیر بود به شرطی که نیروی اصلی که تأثیر تعیین کننده ای داشت، یعنی حکومت، سیاست دیگه ای پیش می برد. یعنی امکاناتی به وجود می اومد که زمانی که بحران به وجود اومد آلترناتیو درونی براش وجود داشته باشه، امکانات آلترناتیو حاشیه‌ای و اپوزیسیون مثلا ملایم وجود داشته باشه. یعنی سال 54 مثلا به جای حزب رستاخیز که همه حذف شدن فضا بازتر میشد. نیروهای خارجی در مقطع انقلاب ایران، چون انقلاب ایران ناگهانی اتفاق افتاد و این نیروها اصلا نقش نتونستن داشته باشن، اونها حتما تلاش میکردن که از این نیرو بهره بگیرن، ولی بهرهشون در این شد که وقتی فهمیدن شاه میفته هر کدوم سعی کردن روحانیت رو به سمت خودشون بکشن. یعنی از اون به بعد نقش سعی کردن پیدا کنن و در روندهای ایران بعد از انقلاب و اینها نقش داشتن. ولی اون چیزی که انقلاب ایران رو شکل داد ضعفایی بود که ما در جامعهمون به وجود اومده بود، که ما روی ضعف حکومت شاه و مسئله چینش سیاسی که در ایران به وجود اومده بود در بخش صحبتم تکیه کردم. در رابطه با سیاست خارجی، خب اون زمان یک وضعیت جهان دو قطبی است. اون زمان دشوار میتونه یک نیرویی که بخواد نسبت به این دو قطب موضع نداشته باشه روی کار بمونه. نیروها یا طرف آمریکان یا طرف اردوگاه شوروی. در کشورهایی مثل ما فرق میکرد با سالهای دهه 90 به بعد. در اون سالها
وجود کشورهای غربی، سیاستی که کشورهای غربی داشتند و تکنیک متمرکزی که در اروپا و آمریکا وجود داره، امکانات رشد جدی رو در جوامع شرقی محدود میکنه. یعنی شما در اون سالها نمیبینید یک کشور شرق، یعنی کشور آسیایی، آفریقایی، آمریکایی لاتین بتونه رشد کنه، برخلاف امروز. و در اون زمان همین آقای فتحپور، اگه بحث رو به امروز بکشیم، به نظر شما الان چقدر شانس داره ایران، جامعه امروز ایران چقدر شانس داره بره به سمت دموکراسی؟ الان دیگه شوروی به اون شکل نیست، ما الان این دغدغه رو میبینیم، در دغدغه ناسیونالیستی خیلی جدی مثلا در داخل ایران مطرح میشه که جمهوری اسلامی داره ایران رو میفروشه به چین، داره میفروشه به روسیه. خیلی خیلی میشنوید اینا روی فضای مجازی دائم راجعش صحبت میکنه. چقدر واقعا فکر میکنید که الان جامعه ایران آماده است که مستقل از این اتفاقات بیرونی تصمیم بگیره و تصمیم درستی بگیره؟ ببینید، در اون زمان هم این چیزی که من در سطح حکومت گفتم، ما میبینیم مثلا در اواسط دهه 80 در آمریکای لاتین که خب از نقطه نظر شرایط اجتماعی دگرگونی از تفاوت کیفی با ایران نداره، لیبرال ها میان رو کار، بعد از اینکه حکومت نظامی میره روی کار، امکانات لیبرالی به وجود میاد و جامعه مسیر رو پیش میگیره. خب یه کشوری مثل برزیلی که مقروضترین کشور جهان در دوران دیکتاتوری بود، امروز قدرت هفتم جهان میشه. نه. در اون زمان هم امکان اینکه مثلا اگر در ایران روندهای دیگه پیش میرفت و مثلا همون چه مثال زدم از سالهای 53 54 سیاست دیگری در پیش میگرفت، پیش گرفته میشد، امکانات برقراری نه دموکراسی در حد کاملی، در حد پیشرفته‌ای در اروپا وجود داره، ولی در حد نسبی ایران میتونست شکل بگیره و رشد بکنه. متاسفانه کسانی که این تصور رو داشتن، از نیرویی که عقب می‌خواست به عقب‌گرد جامعه رو بکشه در مبارزه هژمونی، چه در اپوزیسیون چه در نیروی درون حکومتی، شکست خوردن. امروز طبیعیه که وقتی من میگم سال 85 این امکان وجود داشت، امروز این امکان رو ما داریم. طبیعیه که کشورهای خارجی تلاش میکنن که تأثیر بذارن روی روندهای ایران. خب سیاست، من امروز بحثمون نیست راجع به سیاست ایران صحبت بکنیم. من فکر میکنم وضعیتی که وجود داره، اعمال فشار، تحریمایی که وجود داره، فشارهایی که در این عرصه وجود داره در رابطه با مسائل منطقه، سیاستی که ایران در منطقه داره، اینها همه رشد افراد گری رو در منطقه و ایران تشدید میکنه. یعنی وضعیت سیاست‌های جهانی در به نفع افرادگرایی در ایرانه، ولی امروز نیروی قدرتمند مدنی دموکراتیک در ایران وجود داره که اگر ما بتونیم درست عمل بکنیم، این امکان وجود داره. چیزی که در سال 85 در آمریکای لاتین اتفاق افتاد، دقیقاً طبیعیه که 30 سال 35 سال بعدش در ایران امکان تحققش به طور واقعی اگر درست عمل بکنن نیروها وجود داره. آیا اتابکی، آیا این امکان به نظر شما هم وجود داره؟ چی که به جد برای ما مطرحه در حال حاضر، رسیدن به یک حکومت مردم سالاره. اون شکل حکومت آنچنان تعیین کننده نیست. اون مردم سالاری است که به جد مطرحه و مشارکت مردم، و مشارکت مردم در حیات سیاسی و اجتماعی خودشون میتونه در حقیقت ضامن پایداری بقای سرزمینی ایران باشه. اجازه بدید یک نکته اشاره کنم که در صحبت دوستان اشاره رفت که مردم در خیابان‌ها میان میگن که رضا شاه روحت شاد. یک بار هم من در خدمت شما بودم خانم عزیزاده و به اون اشاره کردم. این که در حقیقت رضا شاه به جد در برابر روحانیت ایستاد، نه در برابر دین، این در حقیقت پسند فرهنگ اعتراضی کنونیه. به همین خاطرم مردم میان و میگن رضا شاه روحت شاد. ببینید، وقتی که شهریور 20 شد و مشکلات عدیده ای داشتیم، تظاهرات خیابانی داشتیم، رضا شاه رو در حقیقت کنار گذاشته بودند، مجبور به استعفا کرده بودند، مردم به خیابان ها اومدن، نگفتند سالهای 1320 21 22 مظفرالدین شاه روحت شاد. بله. گفتن رضا شاه روحت شاد هم نگفتن اون موقع. اما الان بعد از این همه مدت یادشون اومده که این که در حقیقت کسی که قدرت روحانیت رو محدود کرد، این رضا شاه بود. یعنی در حضور یک حکومت فقیه سالار باید انتظار این رو داشت که نوک تیز حمله علیه این ایدئولوژی که در حقیقت فرم فرهنگی این نظام رو داره. ما همسنگ این رو هم در کشورهای بلوک شرق، اتحاد جماهیر شوروی می‌بینیم که در حقیقت نوعی ستیز مردم با اون نگرش تکبعدی که حزب کمونیست برای بیش از 70 دهه سلطه خودش رو بر این کشورها انداخته بود. به همین خاطر من فکر می‌کنم که اگر این در حقیقت وزن
فرهنگی رو نبینیم و این در حقیقت تلاشی که در طول این سالها برای کنار گذاشتن در حقیقت روحانیت انجام شد نبینیم، در حقیقت به فهم وضعیت کنونی نرسیدیم. البته من با جناب اشکوری همسنگ هستم، همصدا هستم که مبارزه با در حقیقت نقش ویژه روحانیت به هیچ وجه به معنای دین ستیزی اون فرهنگ در حقیقت مردم سالاری که ما مرادمون هستش، نظام مردم سالاری که مرادمون هستش نخواهد بود. در مورد نظام و سیستم آینده خیلی صحبت میشه. همین الان در همین جمعی که هستیم مثلا آقای فتح‌پور جزء اتحاد جمهوری خواهان هستن، همینجا در همین برنامه آقای اشکوری گفتند که جمهوری رو به هر شکل ترجیح میدن به نظام سلطنتی. ولی آیا به نظر شما آقای عطابکی، شما که به هر حال تاریخ معاصر ایران رو میشنویم و از خیلی ها میشنویم که میگن این جامعه جامعه هست که به یک دیکتاتور مصلح نیاز داره، به یک کسی که مثلا، یا خیلی ها ادعاهای اینجوری مطرح میکنن، آیا میشه اصلا گفت که جامعه ایران چه جور نظامی رو میتونه داشته باشه، میپسنده؟ ببینید، اون چیزی که ما از مشروطه به این طرف واقعا داریم حکومت مقتدر در حقیقت هستش، که این حکومت مقتدر بتونه اصلاحات عظیم و گسترده ای رو در جامعه جاری کنه. حکومت مقتدر، مصلح، ولی نه لزوما مستبد. این در حقیقت اون تکه کلام مشروط خواهان بود که همیشه میگفتن. بنابراین اون تکه برای من به جد مطرحه. من بر اساس نگاهی که دارم، اون فرم حکومت، اینکه شاه مشروطه باشه یا رئیس جمهور در حقیقت منتخب مردم باشه و وقعی به آراء عمومی مردم نذاره، در حقیقت اون نیستش که این مردم میخوان. مردم نظام مقتدر، نظام پاسخگو میخوان، نظامی میخوان که تجدد رو اگر داره رهاز میکنه، این تجدد، تجدد آمرانه از بالا به پایین نباشه و مشارکت مردم رو، تجدد رایزنانه رو به نوعی لحاظ کنه و اجازه بده مردم هم سهمی در این توسعه اقتصادی و توسعه سیاسی داشته باشن. این در حقیقت پایداری اون نظام رو داره در حقیقت تأمین میکنه. به همین خاطر من در حقیقت پرهیز میکنم که در جایگاهی که نشستم بگم برای مردم ایران نسخه بپیچم که آیا پسند و خورند جامعه ایران مشروطه است یا نظام جمهوری. من گمان میکنم که آنکه مردم میخوان نظام در حقیقت مقتدری هستش که باید در حقیقت به این وظایف تاریخی تلمبار شده ای که بر جامعه ایران اوس هستش، در رود و دوش جامعه ایران هستش، بهش پاسخ بده. آیا اشکوری، آیا شما در سپهر سیاسی ایران در حال حاضر چنین گروهی، فردی، کسی رو میبینید که بتونه این کاری که آقای عطابکی میگن باید انجام بشه رو انجام بده؟ نه، بالفعل واقعا کسی نیست. مدعیان زیادن، از سلطنت طلب ها و رضا پهلوی و نمیدونم دیگران و دیگران که الان نام نمیبرم، به طور جمعی فردی خب کم بیش در جریان هستیم، چنین وضعیتی نداره. اما جامعه ایران که شما این پرسش مطرح کردید از دوستان که جامعه ایران امروز آمادگی اون رسیدن به دموکراسی داره، من نمیدونم چقدر آمادگی داره، تردید دارم روی میزانش. اما یه چیز برای من در طول این 41 دو سال روشن شده، زمانی که در ایران بودم، حالا 12 سال که نیستم، از دوری خورده نظاره میکنم، این است که جامعه ایران به خصوص این نسل دوم و سومی که در ایران روی کار آمدن، اینا بیش از نسل ما آمادگی رسیدن به یک نظام دموکراتیک، جامعه دموکراتیک یا دولت مقتدر پاسخگو گونه که به درستی جناب عطابکی فرمودن به صلاح به اون برسه. ولی در ادامه صحبت ها اجازه بدید که من یه نکته تکمیلی رو اضافه بکنم بر صحبت های دوستان، چون هم آقای عطابکی هم خانم افخمی اشاره کردن به اینکه شکل مهم نیست. بله، بنده هم در ادامه صحبت گذشته خود میخواستم اشاره کنم، دیگه فرصتی پیش نیومد، که امروز بنده انقلابی دهه 40 و 50 و حاضر و به صلاح فعال در دوران انقلاب، امروز هم دیگه برای من شکل مهم نیست، شکل در مرحله دومه. بله، به لحاظ تاریخی نظام سلطنتی داریم، هنوزم در پیشرفته ترین دموکراسی های دنیا نظام سلطنتی داریم، در جمهوری هم داریم که توش استبدادی بوده، نمونه جمهوری اسلامی، جمهوری خلق سوریه، جمهوری خلق نمیدونم که بحث عراق و و و. بنابراین شکل برای من اهمیتی نداره. اگر در یک روند دموکراتیکی
الان این رو من اینو صریحا اینجا اعلان میکنم، اگر در یک روند دموکراتیکی نه مثل اون چند ماهی که مثلا اصلا فرصت فکر کردن و اندیشیدن نبود، حتی 6 ماه هم بود فرصت نبود، در یک روند دموکراتیکی از مردم ایران یه روزی بیان عرض کنم رأی به نظام سلطنت بدن به طور عام، سلطنت بازمانده قاجار یا بازمانده پهلوی بدن، بنده بهش ملتزمم، برای اینکه طبق قانون باش بهش ملتزم باشم، اما شخصا مخالفم. اما یه نکته رو اینجا فکر میکنم که باید روش تاکید کنم و اونم این است که اگر در اروپا نظام سلطنتی همراه با دموکراسی باقی موند، در یک روند تغییرات و تحولات تمدنی و فرهنگی و اقتصادی و سیاسی 2300 ساله و شاید بیشتر اتفاق افتاد و بالاخره نیش سلطنت رو کشیدن و تبدیل به مثلا ملکه کردن یا یه پادشاه نمیدونم که سمبولیک مشروطه کردن. اما در ایران ببینید خاک ایران استبداد پروره، ما یه زمانی گفتیم سلطنت مطلقه رو تبدیل به مشروطه کنیم، قانون داشته باشیم، مشروطه خانه ما گفتن، پیش از مشروطه گفتن ولی افاقه نکرد، بعد سلطنت مشروطه رو تبدیل به جمهوری کردیم، دیدیم در قالب جمهوری هم باز هم یک نوع استبداد. این که میگید خیلی خیلی آدم رو ناراحت میکنه اگه خاک ایران استبداد پرور باشه، واقعا خیلی سخت میشه برای کسانی که امید و در واقع آزادی ایران دارن در یک زمانی. به هر حال اجازه بدین از خانم افخمی بپرسم. خانم افخمی، شاه اسد رضا پهلوی به خصوص این اواخر به نظر میرسه که فعالتر شدن در فضای سیاسی ایران، قبلا هم همیشه البته فعالیت داشتن ولی این سالهای اخیر به نظر میرسه که خیلی مستقیمتر دارن با مردم از فضای مجازی صحبت میکنن. فکر میکنید که چقدر ایشون شانس دارن که بتونن این تغییراتی که گفته میشه رو اعمال بکنن؟ چقدر واقعا ملتزم هستن به اون دموکراسی؟ چقدر اطرافیانشون ملتزم هستن؟ والا من از نزدیک الان در جریان نیستم زیاد، ولی تصور میکنم که مردم احتیاج دارن به یه نوع به اصطلاح یه نوع تصویری از کسی یا راهی که میخوان برن. الان ما در خارج که متاسفانه تقریبا هیچ کس رو نداریم که در واقع حتی ابتدایی ترین تجربه رو با مسائل سیویک با ساختن دموکراسی داشته باشه و میدونین کار آسونی نیست. من الان خودم توی سازمانی دارم کار میکنم که 60 تا مملکت به 30 تا زبون داره کار آموزش دموکراسی رو انجام میده. آسون نیست و همین الان شما مملکتی مثل امریکا رو ببینین که از دموکراسی تقریبا اسمی فقط مونده. میدونی اینی که برزیل مثلا که همکارم دوستم در برزیل که نماینده سازمان ماست اونجا، کسی بود که توی اون کمیسیونی که قانون اساسی دموکراتیک برزیل رو آورد در سال 80 اونجا کار کرد، ولی الان نمیتونه نفس بکشه تو اون مملکت. میخوام بگم که یه راهی است که باید یاد گرفت، باید کار کرد، باید با مردم تماس داشت و یه تصویری باید باشه. بله. من میخوام ازتون خواهش کنم اجازه بدین من حدود 1 دقیقه وقت هست بدم به آقای فتاح‌پور که ایشون هم جمع‌بندی بکنن. با آقای رضا پهلوی یه چیزی بگم که مثل اینکه بفرمایید اگه ممکن. می‌خواستم بگم ایشون ایمیج خیلی مثبتی داره در ایران. بله. هم به خاطر اینکه جوونه و خوب زندگی کرده و خوب صحبت میکنه و به درد دل اونها رو از نظر دموکراسی و همراهی جواب میده و همین که شناخته شده است. بله. میدونین هر کسی نیست که بیاد یه دفعه بخواد لیدر بشه بدون کوچکترین تماسی. ولی خب معلوم نیست که تا چه حد امکانش وجود داشته باشه و بشه. آقای فتاح‌پور، من از شما عذرخواهی میکنم، ما وقتی دیگه نداریم به شما بدیم، شرمندم از شما. خانم افخمی، آقای عطابکی و آقای اشکبری، متشکرم از همه شما که در این بحث شرکت کردید و ممنونم از شما که با این برنامه صفحه 2 همراه بودید. برنامه بعدی روز سه‌شنبه. شب و روزتون خوش.